عربستان در مسیر فراوری و تولید لیتیوم، ماده حیاتی برای تولید باتری خودروهای برقی. دومین مرکز فراوری لیتیوم این کشور با مشارکت شرکت‌های اروپایی تا 4 سال آینده به بهره برداری می‌رسد. گسترش تولید خودروهای الکتریکی کم کم این ماده سفید را تبدیل به یک ماده استراتژیک کرده. پیش‌بینی می‌شود میزان تولید لیتیوم تا 7 سال آینده 8 برابر شود و به 4 میلیون تن در سال برسد. چین خریدار اصلی لیتیوم است. 70% لیتیومی که در جهان تولید می‌شود برای ساخت باتری خودروها و تلفن‌های همراه به چین صادر می‌شود. چنین انحصاری زنگ خطر را برای آمریکا و اروپا به صدا درآورده. حالا همه به دنبال منابع جدید این ماده و سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های جدید هستند. لیتیوم 33 ماده فراوان در دنیاست، اما به علت واکنش پذیری زیاد به شکل ترکیبی در طبیعت یافت می شود. بنابراین استخراج و فراوری آن بخش مهمی از تولید این ماده است. لیتیوم را می توان در معادن و در شورابه های طبیعی ماننده دریاچه های نمک و میادین نفتی یافت. استخراج لیتیوم از شورابه ها متداول ترین و ارزان ترین روش تولید این ماده است. شیلی، آرژانتین و بولیوی با داشتن 75% ذخایر لیتیوم شورابی جهان بزرگترین دارنده مخازن این ماده هستند، اما استرالیا بزرگترین تولید کننده فعلی لیتیوم است، آن هم از معادن این کشور. اگرچه تولید لیتیوم از سنگ ها و معادن هزینه زیادی دارد، اما افزایش قیمت این ماده استراتژیک استخراج معدنی آن را مقرون به صرفه کرده. تولید روبه گسترش خودروهای الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی نیاز به لیتیوم را افزایش داده. طلای سفیدی که در دهه آینده جایگاهی مهمتر از نفت پیدا خواهد کرد. پیام دریابی، لندن.